سرخط خبرها عبدالله و مجاهد پیروزی تیم کرکت افغانستان را شادباد گفتند. گروه طالبان به دنبال افسران واحد هدفگیری نیروی هوایی دولت پیشین. جان باختن 4 نفر در هنگام ورود به پاکستان در گذرگاه اسپین بولدک. در پایان انتحار رسانه‌ای ذبیح‌الله مجاهد در کابل. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. رئیس پیشین شورای عالی آشتی ملی افغانستان و سخنگوی گروه طالبان پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان را در برابر تیم کرکت نامبیا شادباد گفتند. با گزارش اسپوتنیک، دکتر عبدالله رئیس پیشین شورای عالی آشتی ملی افغانستان و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در یکسر پیام‌های تویتری پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان را شادباد گفتند. عبدالله در تویترش درباره این پیروزی نوشت: پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان را در برابر تیم کرکت نامبیا به اعضا و رهبر تیم و مردم افغانستان تبریک می‌گوییم. برای تیم ملی کرکت کشور در مسابقات جهانی و دیگر مسابقات آرزوی پیروزی و موفقیت داریم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان هم درباره پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در تویترش نوشت: پیروزی تیم ملی کرکت را در برابر نامبیا نخست به قهرمانان کرکت بورد و همه مردم شادباد میگویم. او افزوده است که ما در همه بخش ها به قهرمانان خود افتخار میکنیم. یادآوری میکنیم که تیم ملی کرکت افغانستان تا کنون از 3 بازی 2 بازیش در برابر اسکاتلند و نامبیا برده و بازی در برابر پاکستان را واگذار کرده است و در گروه خود در رده دوم قرار دارد. گروه طالبان به دنبال افسران واحد هدفگیری نیروی هوایی دولت پیشین. گروه طالبان از هر ابزار و روش برای دستیابی به افسران واحد هدفگیری در نیروی هوایی کار میگیرند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از اندپندنت فارسی، یکی از افسران واحد هدفگیری نیروی هوایی در دولت پیشین افغانستان میگوید او و 10 تن از اعضای واحد هدفگیری نیروهای هوایی تحت تعقیب طالبان هستند. نهاد اطلاعاتی امنیتی طالبان یک افسر واحد هدفگیری نیروی هوایی در دولت پیشین افغانستان را با هدف دستیابی به اطلاعات شخصی بقیه همکارانش شکنجه کرده است. افراد وابسته به اداره استخبارات طالبان در کابل روز یکشنبه 24 اکتبر احمد ضیا از افسران پیشین افغانستان را بازداشت و به شده شکنجه کردند. طالبان از احمد ضیا خواستند که نشانی و اطلاعات بقیه همکارانش را در مرکز بصیرت و واحد هدفگیری نیروی هوایی در اختیار آنان بگذارد. احمد ضیا بر اثر شکنجه طالبان به شده زخمی شده و اکنون در یکی از درمانگاه های کابل زیر درمان است. یکی از افسران واحد هدفگیری نیروی هوایی در دولت پیشین افغانستان که با نام مستعار نعیم با اندپندنت فارسی گفتگو کرد میگوید او و 10 تن از اعضای واحد هدفگیری نیروهای هوایی تحت تعقیب طالبان هستند و تلاششان برای خروج از افغانستان تا کنون به نتیجه مانده است. جان باختن 4 نفر در هنگام ورود به پاکستان در گذرگاه اسپین بولدک. 4 نفر در گذرگاه اسپین بولدک ولایت کندهار هنگام ورود به پاکستان زیر پا شده و جان باختند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از اطلاعات روس، یک منبع که نخواست نامش در خبر ذکر شود گفت این رویداد بامداد امروز یکشنبه 9 عقرب رخ داده است. او افزود که جان باختگان شامل یک مرد، یک زن و 2 کودک می شوند. این منبع توضیح داد که این افراد در ازدحام جمعیت برای ورود به پاکستان زمان زیر پا شدند که دروازه گذرگاه اسپین بولدک برای 2 ساعت از ساعت 12 بامداد باز شده بود. گذرگاه اسپین بولدک در کندهار و تورخم در ننگرهار در هفته های اخیر برای کسانی که می خواستند به پاکستان بروند بسته بود. این گذرگاه ها از انگام سقوط افغانستان به دست طالبان شاهد هجوم بی پیشینه افغانستانی هایی بود که قصد
ترک کشور را داشتند. انتحار رسانه‌ای ذبیح المجاهد در کابل، به نقل از فیسبوک رسمی رزاق مامونز وب بلاگ. هشدار ذبیح المجاهد سخنگوی طالبان به کشورهای جهان: تنها یک اشتباه سیاسی جدی نیست که امکان جبران آن به نحو متصور باشد. تهدید وای به دنیا که هرگاه ما را به رسمیت نشناسید برای تان گران تمام خواهد شد. در نوع خود اعلام رسمی یک گروه ذاتاً دهشت افغان در عرصه رسانه می باشد. اگر دور نرویم، انفجار حداقل در سامانه ذهنی 6 کشور آسیای میانه جمع ایران و روسیه است و تاوان سهمگین خواهد داشت. دیدار لاوروف با دبیرکل سازمان جهانی صحت. دبیرکل سازمان جهانی صحت از دیدار با وزیر خارجه روسیه و توافق درباره لزوم تقویت معماری صحت جهانی خبر داد. تدروس ادهانوم دبیرکل سازمان جهانی صحت امروز یک شنبه 31 اکتبر اعلام کرد که در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در روم با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرده و دو طرف درباره لزوم تقویت ساختاری صحت جهانی توافق کردند. دبیرکل سازمان جهانی صحت در تویتر خود نگاشته است: من با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان اجلاس سران گروه 20 در روم ملاقات کردم. ما توافق کردیم که باید ساختار صحت جهانی از جمله نقش مرکزی سازمان جهانی صحبت برای جلوگیری از خطراتی که سلامت انسان را تهدید می کند تقویت شود. وای افزود که با وزیر خارجه روسیه درباره نشست ویژه آتی مجمع جهانی صحت که بر موضوع تدوین توافقنامه بین المللی درباره آمادگی برای مقابله با همگیری ها متمرکز است گفتگو کرده است. انتظار می رود این جلسه در ماه نوامبر برگزار شود. ریکورد کاروان موتر بایدن در نشست گروه 20. کاروان موتر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نشست گروه 20 در روم به 100 موتر رسید. با گزارش اسپوتنی، کاروان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نشست گروه 20 در روم به 100 موتر افزایش یافته است. در ویدئویی که منتشر شده دیده می شود که چگونه این کاروان طولانی در خیابان‌های روم رانندگی می کنند. این کاروان شامل نگهبانان نیز می شوند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب نمایید و ویدئوهای ما را لایک نمایید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شبتان خوش.